2 ماه بعد از پلاک کوبی چند معبر به نام نویسندگان کودک در خیابان حجاب تهران، این روزها تصاویری منتشر شده اند که پلاک نام آن نویسندگان یعنی هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچبان، مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی از سر کوچه های مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حذف شده و نام قبلی آنها یعنی کوچه های 1، 3، 5، و 7 دوباره جایگزین شدند. اقدامی که مخالف مصوبه 30 خرداد امسال در شورای شهر تهران است. هرچند به نظر می رسد اعضای دور جدید شورای شهر نیز از این کار بی خبر بودند و با انتشار اخبار مرتبط در رسانه ها به دنبال پیگیری ماجرا رفتند. به این نتیجه رسیدیم با اطلاعاتی که دوستان در 3 تا مجموعه منطقه و مرکز ارتباطات شهرداری و کمیسیون دادن به این نحو بوده که خب این 4 نام در کمیسیون تعیین نام تصویب میشه و بعد در صحنه علنی هم تصویب میشه در دوره قبل، در دوره 5 منتها این وقتی که به فرمانداری میره مورد تایید فرمانداری این 4 مصوبه قرار نمیگیره، باقی چون معمولا لیستی از مصوبات برای تعیین نام میره دیگه، این 4 تا مورد تایید فرمانداری قرار نمیگیره، فلزا مرکز ارتباطات شهرداری و روابط عمومیش در دوره قبل همه مصوبات رو منهای این 4 تا ابلاغ میکنن. قاعدتا کار اونها هم یعنی اشتباه نبوده، قانونی بوده. شهرداری منطقه بدون توجه به این ماجرا به تصویب صحن و کمیسیون عمل میکنه، یعنی اون 4 تا اسمو میبرن بالا. شهرداری جدید منطقه 6 که به اصطلاح میاد وقتی این ایراد رو متوجه میشه و میفهمه که مصوبه ابلاغ نشده و عملا نواس این اتفاق میافتاده اسما رو میاره پایین. البته نکته سر اینه که کاش مثلا با ما هم در میون میگذاشتن، چون بالاخره حساسیت هایی که وقتی کاری بدون توضیح اتفاق میافته حساسیت هایی تولید میکنه. چرا فرمانداری اون موقع رد میکنن این 4 اسم رو؟ من ندارم دیگه، چون تو اون دوره بوده بر اساس قواعد خودشون حدس میتونم بزنم، منتها چون بحث قانون و مقررات شورا و شهرداری و فرمانداری قاعدتا حق خودشون رو انجام دادن. بحث نامگذاری معابر و اماکن بر اساس قانون بر عهده شوراهای اسلامی شهرها گذاشته شده در شهرها. در شورای شهر تهران هم که بعد از سال 76 شاهد شکل‌گیری اول انتخابات بودیم در سال 77، یکی از وظایف اصلی شورا که تأسیس شده بحث نامگذاری اماکن و معابر شهری است. مثلا خانه شاعران یا انجمن شاعران ایران در خیابان شهید کلاه دوست، برای مثلا حوزه تئاتر در کنار خانه هنرمندان و همینطور تئاتر شهر، یا در عرصه موسیقی سعی کردیم کنار موزه موسیقی. در مورد نویسندگان کودکان جایگاهی با عنوان کانون پرورش فکری کودکان که در خیابان حجاب، توی این بررسی ها مشخص شد که ما 4 گوشه اصلی رو داریم روبروی کانون پرورش فکری که شماره گذاری شده 1، 3، 5، و 7، و طبیعتا ما برای اینکه این عددها رو هم حفظ کنیم با حفظ شماره نامگذاری میکردیم. برای قدردانی از استاد و همینطور اساتیدی که نام برده شد و با مشورتی که گرفته شد، طبیعتا این خیابان ها رو مصوب شد در شورای شهر و تقریبا با یه تأخیر شاید چند ماهی که اختلال ایجاد شد متاسفانه، فرمانداری تهران بدون دلیل و جهت در اون مقطع با موضوع همراهی نکرد، ولی نهایتا موضوع به هیئت حل اختلاف رفت و اونجا نظر شورای شهر تایید شد و این تابلوها اونجا نصب شد و متاسفانه بدون هیچ دلیل مشخص تابلوهایی که نامگذاری شده توسط شهرداری برداشته شده و دوباره تابلوهای قبلی جایگزین شده. شورای شهر تصویب میکنه و طبیعتا بعد از مصوبه شورای شهر ابلاغ میشه به طی مراحل قانونی به شهرداری. شهرداری هم وقتی ابلاغ شد این رو از طریق در واقع روابط عمومی خودش، دفتر ارتباطات و سازمان زیباسازی ابلاغ میکنه به مناطق. برخی از نام ها که مصوب بوده متاسفانه هنوز اجرا نشده، علاوه بر چند ماه از تحصیل گذشته، اونها هم به نظرم شورای شهر باید پیگیری کنید.
ما هم احساس کردیم بهترین کار اینه که تمام این چهار عنوان رو در اولین کمیسیون تعیین نام که مجدد برگزار میشه توی عرض به خدمت شما جلسه بعدی بدون نوبت قرار بدیم و تکلیفشون رو مشخص بکنیم. یه عرض کلی هم این که ما نسبت به اهالی و مشاهیر ادبیات و زبان فارسی حتما دقت داریم در کمیسیون فرهنگ اجتماعی و بنده در کمیسیون در کمیته فرهنگی به عنوان جایی که مسئولش هستم دقت بر این داریم توجهمون به زبان و ادبیات فارسی در این دوره مشهود باشه، لذا حتما ما نسبت بهش اهتمام خواهیم داشت.